خب با ادامه مبحث شیمی هفتم در خدمتتونیم با موضوعیت مواد طبیعی و مصنوعی. اگر یادتون باشه توی اسلایدهای قبلی بیان کردم مواد یا طبیعی هن که تو طبیعت وجود داره یا مصنوعی هن که ما میسازیمش و این مصنوعی ها خواصشون بهتر شده برای اینکه زندگی ما رو بهبود ببخشن. پس مواد طبیعی و مصنوعی رو میخواییم بریم تعریف کنیم. مواد طبیعی، موادی که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارند و ما از آنها به طور مستقیم استفاده می کنیم، مانند چوب، پنبه، نفت. خب مواد طبیعی رو نگاه کنید، چوب، پنبه و نفت. چوب درخت، شما درخت رو قطع می کنید ازش استفاده می کنید، یا مستقیم می سوزونیدش یا باش می آید کلبه، خونه و چیزهای دیگه می سازید. پنبه، گیاه پنبه، گیاهیه که رشد می کنه و خودش پنبه تولید میکنه و شما خیلی راحت میتونید اونها رو بچینید و ازشون استفاده بکنید. و نفت که خیلی راحت از زمین برداشت میشه و شما میتونید از اون یا به صورت مستقیم استفاده بکنید، یعنی بسوزونیدش، یا به صورت غیر مستقیم استفاده بکنید که اومدیم و در جلسات گذشته در موردش صحبت کرد. مواد مصنوعی، موادی که از مواد طبیعی گرفته میشوند، مانند بنزین، کاغذ. خب مواد مصنوعی همونجوری که گفتم ما قراره بسازیم. مثلا بنزین از چی به دست میاد؟ از نفت. اما بنزین خودش تو طبیعت وجود نداره، نفت تو طبیعت وجود داره. این نفت رو من میبرم توی پالایشگاه، پالایشش میکنم، یه مقداری سبکترش میکنم، یک سری ناخالصی ها رو ازش جدا میکنم، بنزین تولید میکنم و میام اون رو میسوزونم توی سوخت اتومبیل، سوخت هواپیماها، سوخت کشتیها و چیزهای دیگه. کاغذ از کجا به دست میاد؟ خب کاغذ تو طبیعت که نیست. توی زمانهای گذشته هم که رو پوست مینوشتن یا میمادن رو سنگ حکاکی میکردن. الان ما متمدن‌تر شدیم دیگه. متمدن شدیم، باید بتونیم از وسایل اطرافمون استفاده بهینه بکنیم. چجوری؟ میایید از این چوبی که اینجا بود تو طبیعت، میایید خمیر درست میکنید توی کارخونه های مختلف، بعد اون خمیر رو یه مقداری بهش رنگ میزنید، سفید میشه، کاغذ تولید میشه، برشش میزنن، میرسه دست شما. پس بنابراین اون کاغذی که جلوی شما قرار گرفته و شما خیلی راحت روش دارید مینویسید و علم و دانش میآموزید، از چوب گرفته شده. بررسی سه تا ماده مهم. ما سه تا ماده مهم رو در کتابمون آوردن که میخوایم بیایم از نظر شیمی بررسی کنیم، ببینیم این سه تا ماده چی هستن، چه خصوصیت هایی دارن و این خصوصیت ها از کجا اومده. دیگه کم کم داره علممون میره بالا دیگه، باید بتونیم یواش یواش همه چیز رو به صورت علمی با هم دیگه بررسی کنیم. اولین ماده ای که میخوایم بررسی کنیم آب، که مایه حیات. آب، مولکول‌های آب از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن ساخته شده که شکل اون رو شما در اینجا دارید مشاهده می‌کنید. اگر به شما بگن آب چه شکلیه، قبل از این شما می‌گفتید آب یک ماده است بی‌رنگ که باعث سیرابی ما میشه و هر وقت ما تشنمون بشه یه جرعه آب بنوشیم تمام. اما الان از نظر علم شیمی به شما بگن آب چیه؟ آب ماده است که از یک اکسیژن و دو هیدروژن ساخته شده. یک اکسیژن و دو تا هیدروژن کنار هم میشن یه مولکول. پس ذره سازنده آب چیه؟ مولکول. پس از این بعد اگر یکی بهتون گفت آب چیه، میگید چیه؟ یک مولکولی است از یک اکسیژن و دو هیدروژن. آب از یک نوع مولکول است، بنابراین ماده است خالص. خب حالا میخوام بیام اون مطالبی که توی قبلا بررسی کردیم رو آب پیاده کنیم. چی؟ این مولکول آبه. مگه نگفتیم آب از یک اکسیژن و دو تا هیدروژنه؟ خب اینها یک اکسیژن دو تا هیدروژن هی کنار هم قرار میگیرن. فرض بکنید این مثلا یک قطره آبه. خب از چند نوع مولکول تشکیل شده؟ یک نوع. پس ماده من چیه؟ خالص. برای اینکه ببینم عنصر یا ترکیب باید چیکار بکنم، میام به نوع اتماش نگاه میکنم. از چند نوع اتم تشکیل شده؟ دو نوع، توخالی و آبی رنگه. چون این توخالیه اکسیژنه، این آبی رنگه هیدروژنه.
پس بنابر این دیگه ماده من عنصر نیست، چون دو نوع اتم داره دیگه میشه ترکیب. پس آب ماده است خالص که از نوع ترکیبه و باعث میشه که شما سیراب بشید. این خصوصیت های آب بود. بریم سراغ ماده بعدی، متان، گاز شهری، همون گازی که شما به راحتی داخل بخاری ها میسوزونید و گرم میشید. اجاق گازتون رو روشن میکنید و روی اون آب میذارید تا جوش بیاد. و خیلی از موارد دیگه که از گاز شهری میتونید شما استفاده بکنید. گاز شهری از چی ساخته شده؟ گاز شهری مولکول متانه که از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شده. یعنی شکل اون به این صورته. گاز متان از کربن و هیدروژن تشکیل شده که کربناش یه دونن، هیدروژناش 4 تا. یعنی یک کربن به وسیله 4 هیدروژن احاطه شده. به این میگن گاز متان. پس هر وقت به شما گفتن گاز شهری چیه، دیگه میگیم گاز متانه که از یک کربن و 4 هیدروژن تشکیل شده. که این گاز متان من از یک نوع ماده است، پس ماده من خالص میشه. شکلش رو نگاه بکنید. الان چند تا مولکول متان رو گذاشتم توی شکل. از یک نوع مولکول ساخته شده دیگه. این 6 مولکول از یه نوع هن. پس ماده من خالصه. این 6 مولکول من از 2 اتم ساخته شدن. اینهاش کربن و هیدروژن. پس ماده من دیگه عنصر نیست. ماده من چیه؟ ترکیبه. پس گاز متان یا گاز شهری ماده ایست خالص از نوع ترکیب. ماده دیگه ای که میخوایم بررسی کنیم و خیلی مهم هست، گاز کربن دیوکسیده. خروج از بازدم شما. گاز کربن دیوکسید رو شما ها توی تنفساتون میدید بیرون، توی بازدم. همه ما اکسیژن رو میدیم داخل، کربن دیوکسید رو میدیم بیرون. خب قاعده تنفس همینه. حیوانات تنفس میکنن و اکسیژن رو میدن داخل، کربن دیوکسید رو میدن بیرون. شما اتومبیلتون رو که روشن میکنید، سوار میشید، میخواهید صبح برید مدرسه، گاز کربن دیوکسید تولید میشه. چرا؟ بنزین داره میسوزه، در ازای سوختنش از اگزوز ماشین کربن دیوکسید میاد بیرون. این کربن دیوکسیدی که تو هوا هم وجود داره و ما هم تنفسش میکنیم و بازدم میکنیم و خودمون هم توی سوختن خیلی از مواد دیگه اون رو تولید میکنیم چیه؟ مولکول های کربن دیوکسید از 2 اتم اکسیژن و کربن ساخته شدن که شکلش رو اینجا مشاهده میکنید. کربن و اکسیژن. پس کربن میتونه با اتصال به 2 اکسیژن مولکول کربن دیوکسید رو به من بده که این مولکول خالص. چرا؟ به این شکل نگاه کنید. من اینجا 6 مولکول کربن دیوکسید آوردم. این 6 مولکول کربن دیوکسید قدم اول خالص یا ناخالص از یه نوع مولکول هم دیگه. خب چون از یه نوع مولکول ساخته شدن، پس ماده من خالصه. حالا برای اینکه بفهمم عنصره یا ترکیب، فقط و فقط کافیه بیام به نوع اتماش نگاه کنم. از چند نوع اتمه؟ 2 نوع، یه سفید یه آبی. پس بنابر این دیگه ماده من عنصر نیست، ماده من ترکیب میشه که اینجا مشاهده میکنید. خوب دقت داشته باشید بچه ها، خیلی از موادی که اطرافتون مشاهده میکنید خالصن که از نوع ترکیبن. یعنی اینجا من هرچی مثال زدم، آیا شما اصلا عنصر دیدین؟ نه. چرا عنصر مشاهده نمی کنیم ما توی طبیعت زیاد؟ چون عنصرها خواصشون خیلی خیلی کمتر از اون چیزیه که ما نیاز داریم. پس بنابراین من باید حواسم باشه بیشتر مواد توی طبیعت خالصم اگر باشن از نوع ترکیبن، در حالی که خیلی هم خالص اطراف ما پیدا نمیشه. شما الان رو اون میز و نیمکتی که نشستید و دارید به این فیلم نگاه میکنید، اون ماده کلن ناخالصه. پس بنابراین بیشتر از 70-80% مواد اطراف ما رو ناخالصا تشکیل میدن، اما اون 20-30% هم که خالص تشکیل میدن، بیشترش دوباره ترکیبه، عنصر نیست. پس
این مطلب رو خوب دقت داشته باشید.